نازی نازکن، صدای بیشه و کویر با صدای ابی، اولین آلبوم ستار شامل ترانه های نظیر همسفر، گل کاغذی، تکیه گاه و توک نیستی و باغچه با صدای مازیار، ترانه بهار بهار با صدای خود تورج شعبانخانی و ناصر عبداللهی از جمله آثار شناخته شده اون بودن. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. خوشحالیم که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تورج شعبانخانی رو با ملودی های سحرانگیزش میشناسیم، با عاشقانه هایی که به خلوت بسیاری از ایرانی ها راه یافتند و با آهنگ هایی که چند نسل رو در نوردیده و به خاطره جمعی بدل شدن. تورج شعبانخانی از 16 سالگیش گفت که ترانه آدمک رو برای فیلم خسرو هریتاش نوشت و ملودیش رو ساخت و اون رو به یک درامر و خواننده با استعداد اما نوشکفته به نام فریدون فروغی سپرد تا همه ستاره های اون زمان رو پشت سر بذاره و بر صدر بنشینه. از زمانی که نازی نازکن رو ساخت تا اهل موسیقی شهرام شب‌پره خواننده چیلی پمپم رو جدی‌تر بگیرن و اون رو به سالن های بزرگتر ببرن. از دوره‌ای که همسفر رو ساخت تا به زمزمه ای عمومی بدل بشه و خوانندش به اعتبار موفقیت این آهنگ فوتبال رو کنار بذاره و تمام وقتش رو برای موسیقی بذاره و به 20 سال پیش رسید که با بهار بهار نقش و نگاری نوزد بر چارچوب جعبه جادویی و با صدای خسته اما دلپذیرش تازه کرد خاطره هامون رو. از شبایی گفت که گیتارش رو در دست می گرفت و با شعری ساده اما آسمونی یکی از درخشانترین ملودی های موسیقی ایران رو خلق کرد و خوند هنوزم چشمای تو مثل شبایی پرستار است. تورج شعبانخانی نبوغ خودش در جذب مخاطب رو در آغازین سالهای رواج پاپ بعد از انقلاب باز هم ثابت کرد. زمانی که بر شعرهای سهل مریم حیدرزاده آهنگ گذاشت و مثل هیچ کس رو ساخت تا یکی از پرفروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی ایران با ملودی های او جاودانه بشه. از استادش مرتضی حنانه که می گفت اشک در چشمانش حلقه زد. از همکلاسیش حبیب گفت که همون زمان هم با استعداد بود و پر از ملودی های تر و تازه و از معرفتش. از دخترخالش سیمین قانم حرف زد و اینکه فقط او اجازه داشت ترانه هاش رو در کنسرت هاش بخونه. تورج شعبانخانی آهنگساز و خواننده پاپ قدیمی و با سابقه ایرانی در 15 بهمن 1329 در امیریه تهران به دنیا آمد و تحصیل کرده رشته موسیقی بود و سبک موسیقیش موسیقی پاپ فارسی و ساز تخصصیش هم گیتار بود. استاد شعبانخانی فعالیت حرفه‌ای خودش رو با موسیقی متن و آهنگسازی فیلم آدمک و معرفی فریدون فروغی شروع کرد. در ادامه فعالیتش در قبل از انقلاب با خوانندگانی چون مرجان، لیلا فروهر، ابی، ستار، سیمین قانم، مازیار، هوشمند عقیلی، همیرا، بتی و پریوش نیز همکاری داشت. سالهای پیش با گلناز آلیان ازدواج کرد و دارای یه فرزند پسر شد. تورج بعد از انقلاب به همراه تعداد معدودی از خوانندگان و هنرمندان در ایران میمونه و علی‌رغم اصرار بسیار زیاد دوستان خواننده و همکار و با وجود اینکه خواهر و برادرش هم در آمریکا بودند از ایران خارج نمیشه. او در این سالها ضمن آهنگسازی برای خوانندگان خارج از ایران با هنرمندان داخل نظیر رضا آریایی، ناصر عبداللهی و محمد رضا ایوزی همکاری داشت. سیمین قانم خواننده زن ایرانی، دختر خاله او و نسبت فامیلی او با سینا شعبانخانی، پسر عموی پدر سینا، خواننده جوان پاپ. استاد تورج رو علاقه‌مندان به موسیقی با نازی نازکن، همسفر تنها نرو، چون آدمک، زنجیر بر دست و پایم و پروانه من میشناسن و این تنها بخشی از آثاری هستند که آهنگساز موسپید کرده موسیقی ایران زمین در گوشه ای از ذهن مردم سرزمینش حک کرده بود. مادرش دستی بر آتش شعر داشت و پدرش دستگاه‌های موسیقی سنتی رو میشناخت. خواهر و برادرش آواز می‌خوندند و تورج نیز پای در این راه گذاشت. دوستی با فریدون و فرهاد مهراد و حبیب و برادری با مازیار و دختر خاله‌ای به نام سیمین قانم تنها بخشی از دفتر هزار برگ خاطرات او بود. استاد تورج شعبانخانی گفته بود من بچه ی امیریه ی تهران بودم. تحصیلاتم رو در هنرستان نارمک پشت سر گذاشتم.
از کودکی عاشق موسیقی بودم، به همین دلیل از تحصیل انصراف دادم و به دنبال موسیقی رفتم. یه دوره در تلویزیون بودم و زیر نظر استاد مرتضی حنانه موسیقی رو آموختم. اون زمان در پایین خیابون ولیعصر زندگی می‌کردم، اما الان در بالای خیابون ولیعصر زندگی می‌کنم. ظاهراً قسمتم بود که در ولیعصر بمونم. حالا هم مانند همه هنرمندان زندگی می‌کنم. ما 4 برادر و 3 خواهر بودیم. میون خواهر و برادران من یه خواهر و یه برادرم آواز می‌خوندن. من تحت‌تقاری بودم و به عنوان آخرین فرزند خانواده به شدت جذب موسیقی شدم، چون خواهر و برادران بزرگترم رو می‌دیدم. می‌تونم بگم خونه ما مثل یه سالن کنسرت بود. هر کدوم از بچه‌ها سازی می‌زدن و می‌خوندن. پدرم نیز می‌خوند و مادرم هم شناخت بسیار خوبی از شعر داشت، تا جایی که دغدغه‌های شعری خودم رو نزد مادرم رفع می‌کردم. پدرم هم موسیقی سنتی رو به صورت کامل می‌شناخت و من موسیقی رو نزد ایشون فرا گرفتم. در حقیقت پدرم دستگاه‌های موسیقی رو به من آموخت. من به شدت از سوی خانواده تشویق می‌شدم. از سنین کودکی مثل بچه‌هایی مانند فرهاد و فریدون موسیقی رو فرا گرفتم و گروه هم تأسیس کردم. این عزیزان و دیگران نیز گروه داشتن و ما نیز گروه خودمون رو داشتیم. زمانی که در سنین 17-18 سالگی فعالیت خودم رو به صورت جدی آغاز کردم، گروه‌ها بیشتر کارهای فرهنگی می‌خوندن. من از همون سنین رفتم روی استیج و کار می‌کردم و بیشتر اوقات فعالیت موسیقیایی داشتم. به طور مثال شبای جمعه حتما برنامه برگزار می‌کردم. به خاطر سنم چنین اتفاقایی رخ داد. من 19-20 ساله بودم و روحیاتم در اون زمان موسیقی پاپ می‌طلبید. هرچی سنم بالاتر می‌رفت و به موسیقی بیشتر وارد می‌شدم، می‌دیدم فعالان موسیقی پاپ که موسیقی سنتی رو نمی‌شناسن، همون بچه‌هایی هستند که تم‌های فرنگی رو به خورده مردم می‌دن. فریدون فروغی یه جوون مثل خودم بود که جاز میزد و من نیز گیتار میزدم. بعد تا قطعه آدمک رو برای فیلمی به همین نام ساختیم. من به خاطر خدمت سربازی نمیتونستم کار رو بخونم. بعد برم و بعد از 2 سال دوباره برگردم. ترجیح میدادم که اگه قرار کاری رو اجرا کنم به تدریج خوندن رو ادامه بدم و همه چیز سلسله وار اتفاق بیفته. اون زمان سفارش ها پشت سر هم می رسید و درآمد من به عنوان یک آهنگسازی که یه الف بچه محسوب می شدم مساوی با تمام درآمد خانواده‌ام بود. 7 عضو دیگر خانواده‌ام که کار می کردن به اندازه من درآمد داشتن. مازیار عاشق موسیقی بود. خاطره ای از اون در ذهن دارم که هیچگاه فراموش نمی کنم. من دوران خدمت سربازی رو در استان مازندران گذروندم و سپس در کاخ جوانان ساری مشغول شدم. منزل مازیار 2 شهر اون طرف‌تر بود. اون از بابل سوار مینیبوس میشد و هر روز برای تمرین با بچه‌های موسیقی به ساری میومد. یعنی 1.5 ساعت در راه بود، اما هیچ وقت خسته نمیشد. من از این پشتکار تعجب میکردم و با خودم میگفتم این بچه چقدر عاشق موسیقیه. زمانی که به تهران اومد و برادرش اسپانسر کارها شد، اردلان سرفراز اون زمان در امیرآباد زندگی میکرد. ما به مدت 2 سال هر شب با فرهاد در خونه اردلان دور هم جمع میشدیم. یکی از شخصیت‌های هنری که ما هیچ وقت نمیتونیم فرد دیگه‌ای رو جاش بذاریم، فرهاد مهراد بود. فرهاد شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت. به نظر من یه تابلوی هنری بود. استاد تورج شعبان‌خانی بعد از سپری کردن دوره پر افتخار هنری و موسیقیایی در کشور، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت ریوی، در نهایت 18 آذر 1398 در سن 69 سالگی دار فانی رو ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.